برای یوتیوب سلام سال اقتصادی هستم براتون پوریای گل آوردم دوباره و وقت فوق العاده طلاییشو گذاشته ناکو خانوم داره زنگ میزنه لیلا خانوم همکار لیلا دیگه الی دیدم رفتم برای اسم اولین الی میبینی خب برای عکس آقا من سال سوال گفته بودم که توی این برای کسی که همین الان اومدن نمیدونن چیه پوریا یه آدم فوقاده موفق زحمتکش خود ساخته از هیچی خوش درست کرده رسیده به همه چی یعنی قشن داستان فیلمی این داستان زندگی پوریا دو یه داستان خفن داریم حتما نگاه کنین حداقل پنج این ویدیو رو پشیمون نمیشه پنج دقیقه 100 درصد ببین دیگه تایتل یا س... تامنه یه چیزی گفته بود که اون تو اتفاق تو پنج دقیقه میفته خب پوریا جون چطوری بیبی بوی مرسی که اومدی توی مرسی از اینکه دوباره ما رو آوردین روی این پادکست خیلی عالی تون که داره به همه کمک میکنه یه چیزی یاد بگیرن واقعا من خودم علاقه زیادی به این شوها یا پادکست هایی دارم که یه چیزی به یاد میدن چون از اینکه ببینم یه سری جوونا زمانشون رو از دست بدن خیلی خودم ناراحت میشم چون نمیدونی زود دیر میشه درست؟ اصل آفرین خیلی من یکی زود دیر میشه فکت مهمیه یکی اینکه قبول داری که توی 20 سالگی هر چهار سال اندازه 4 سال ارزش داره توی 20 سالگی هر سال اندازه 5 سال ارزش داره به خدا ببین ولی دوستی بگم توی 20 سالگی میگن که تو صدا قش شد <تصفح> <تصفح> دست هم بچه <حتشو؟ تصفح> <تصفح> آره من هم پروفشنوالی دارم ریدم توش خواستان <تصفح> صرفه دیجی <نهبدا> شدیم <تصفح> <تصفح> ببین از 20 تا 30 سالگی داری سعی میکنی که یه راهتو پیدا بکنی و ببینی داری چی کار میکنی حالا اونایی که میان توی 20 سالگی راهش رو پیدا میکنن و به یه جایی میرسن و خیلی موفق میشن از 30 تا 40 سالگی اون راه رو پیدا کردی داری روش کار میکنی و داری میسازی و تلاش میکنی و حالا زودتر من گفت ساخته شدی داری لذت ببری از 40 تا 50 همه کار رو کردی داره میوه میده و داری حال میکنی عشق و حال رایت و حالا سعی کن که داری دنبال این پیدا بکنی زمانت تلف نکنی چون هرچی دیرتر به اون قضیه برسی از اون از چهلم دیرتر میتونی اشخالت رو انجام بدی دیگه الان خود دقیقا چند سالته؟ من الان سی و یک سالمه یعنی تازه بیسته تموم تازه احساس میکنی که هنوز دلت آره. بیست رو میگی من بیستم با ویل درست نه. نه نه الان سی و یکم قشن هم سی و یکم حتی که خب منو نمیدونن چند سالمه وقتی باشن صحبت کنم سی و بعدش ولی اونایی که مثلا منو میشناسن میدونن که سم 331 هم بگم قیافه هم بخوره سی 331 حالا رو میدونن آره قیافت اتهام ج... نه قیافت به نظر من جوان میخوره حالا بچه ها اگر نظر دارن کامنت بذارن نظر بدین چقدر بگین که نظرتون چیه حالا که میدونن دیگه خب <تصفح> نه ولی میگم مثلا نظر 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 من نظر 40 بوده به نظر من 20 درسته خب به نظر من مثلا حتی جوان تر بودی بعد و کلا که این همه کارا رو که تونستی بهش برسی توی این چند سال اخیر خیلی دوست دارم بعد تازه یه چانس چیزی که هست همه آدمایی که مثلا خیلی خیلی خفن میشن بعد دیدی اینو که مثلا یه کلا بردار در میان دارن یک در هزار پوریا میتونه یک تا هزار باشه و من خیلی حال میکنم که مثلا در راجع به کلا بعدا گشتم صحبت کنم 50 سالگی اوزی پوریا در رف رف فیلیپین حالا چه تو هم سوال به نظر تو تا حالا پادکست اینه زیاد میسازی من فکر کنم پادکست قبلی که با هم دیگه ساختیم ها دو قسمت اومد کامنت ها رو که من داشتم نگاه میکردم خیلی پوزتیو بود و همه خیلی حال کرده بودن و دوستانی نشون میداد که خیلی واقعا روی چنل تو دوست دارن بیان یاد بگیرن ادوکیتد بشن ولی خب بازم نگاه کردم نسبت به یه سری از ویدیوهایی که مثلا حالا تو موضوع باز میکنی با اینکه مثلا محتوای خاصی نه سرگرمیه خیلی کم تربیت گرفته بود من همیشه داستان زندگی همین بوده من همیشه میگم که آره من همیشه سخت ترین راهو میرم حالا یه مثال میذارم شاید برات مکسنس بکنه یا نکنه بهم بگو من گیم که بازی میکنم توی گیم مثلا کال اف دیوتی من فقط بازی میکنم صدا خیلی مهمه چون اگه دشمن از من بیاد این واسه دشمن اگه از من بیاد میاد و از تو میشنی من صدا رو خاموش میکنم بازی میکنم <applause> که به بازی کنه بینایی قوی ترش <applause> آفرین <applause> چون میگم وقتی من میرم تو اتاق اون آردی میدونه من دارم میام من باید انقدر سریع باشم نفسی. که یه نفر که میدونه من دارم میام بزنم که سخترش کنم این هم واسه منم همین من به نظرم آدم باید آروم آروم کار کنه بره بالا و نمیشه جوری دیگه این نفسی. کامل دو یه خب کاری بکنم که این ویدیو الان منفجر شه نمیتونی چون نه ببین الان من الان بچه که دارید نگاه میکنید هر کسی که بره اکانت اینستاگرام ایرانی منو فالو کنه و یوتیوب منو هم سابسکرایب بکنه و بیاد زیر این ویدیویی که با سوهل هستش کامنت بذاره پوریا و سوهل فقط بنویسه پوریا و سوهل یه چیز انگلیسی هم بنویسه از انگلیسی هم بنویسن great, great". و سهل آر... پوریا اند سهل آر great هر کسی که این کامنتو رو بذاره و بعدش چک کنم اون کار دیگر کرده باشه به نفر من 25 میلیون میدم من تلفنم <تصفح> <تصفح> تو نمیتونی خواهد بیایی چرا کامنت رو میبندم اول هر کسی که بذاره یه رفت انتخاب میکنیم از صرافی تو ایران و به حسابش 25 میلیون برو بریم برو آقا خیلی قوی بودیم موضوع حالا ببین این ویدیو میتره که نه یعنی. چند تا کامنت بخوره؟ ببین اگه هزار تا کامنت بخوره دیگه هزار تا کامنت تمام بله. هم عبرج هم دیویسته حالا این باید هزار تا بخوره دیگه الان من و تو ما دو نفریم تو دیویس منم هم دیویست میشه چهار 600 شیست ست تا هم باید بچه ها من بچه ها هم, هم فکر نمی کنم هزار تا کامنت بذارم پولت میونه دست خودت راحت میشه نه ببین اون کسی بچه ها خیلی هاشون با من کانکت شدم بعد از دفعه بیشکی صحبت کردیم نمیتونگم واقعا که اینقدر ساپورت کردیم منم دارم سعی میکنم ویدیوهای فارسی درست کنم بهتون بتونم چیزایی که خودم یاد گرفتم اکسپرینس هایی که انجام دادم روش هایی که انجام دادم که تونستم مثلا یه میلیون رو بکنم ده میلیون میدونی الان اصلا همین رو تعریف میکنی این بهترین موضوع من خیلی خودم دوستم این رو بشنبم شور یه داستان برام بگو که مثلا یه میلیون که ده میلیون کردی پراسسش رو و... مثلا من سه سال پیش یه دونه خونه خریدم خب یه میلیون و شیصد. بعدش فروختمش بعد از 6 ماه دو میلیون و چار هیصد هزار تا سود کردم روش ولی چه جوری خریدمش جالبه خیلی عالی شد من اصلا موضوع امروز میخواستم این باشه میخواستم برات تعریف کنم که چطوری من سال 2019 زندگیم تکنیکلی یه تکون اساسی خورد پس شما اولین رو بگو بعد من برای داستان رو میگم شو. ببین یه سیستمی توی اینجا هستش بهش میگن Lender Take Back Mortgage یعنی تو میای از فروشنده میگیری پول میگیری که بتونی بذاری که خونه خودشو بخری یعنی چی شد من سال 2020 که کووید اومد ماه مارچ کووید اومد دیگه درسته. من همون موقعی که کووید اومد همون موقع دنبال خریدن یه خونه بودم شانسی نه اینکه فکر کنم یعنی اقتصاددان بودم و میدونستم داره چه اتفاقی نه خیلی شانسی اون موقع دنبال خرید بودم بعدش ولی پول هم کافی نبود مثلا دنبال خرید یه خونه 1.200 یه بودم بعد یه دونه یه خونه ای که 600 بود اومد خورد به من که یکی اومد گفتش که ببین خونه رو شاید بفروشم برگشتم به طرف گفتم ببین مثلا من الان تا دارم خودم که میخوام بخرم ولی نمیتونم اون خونه رو بخرم صد تا داشتم گفتم من صد تا دارم نمیتونم خونه رو بخرم فقط در صورتی میخرم که تو با این فروشنده صحبت کنی خودش به من پول بده من بذارم داون پیمنت خونه خودش خوده خودش ازش بخرم اون فکر میکنه غیر قانونیه نه نه بابا اصلاً اصلاً یه چیزم هست yeah. Yeah. بابا خب yeah. بعدش هیچی دیگه از کووید هم بود خیلی داغون بود همه ترسیده بودن فکر کردن دنیا داره تموم میشه خب یه سوال خونه دو میلیون بود من خریدم میشه 600 یعنی خب آره اون... اون که 400 تا بردی نوش جونت ولی 1 1600 خونه است تو بگو 10 درصد میخواد دام پیمنت بذاری مثلا درسته بس. میشه 160 تا 10 تو... که نمیشه بالا 1 میلیون 20 درصد اوکی تو میخواستی 320 تا بذاری بس. تو به یارو گفتی که آقا من 100 تا خودم دارم 220 به من بیا کش بده من پول تو خودمو با هم میذارم به بانک yeah. بعد خونه تو رو از تو میخرم حالا اونو میتونی مثلا مستقیم بیای بگی یا میتونی یه جوری دیگه اون پول رو ازش بگیری که سری روشا هستش که میتونی اون کار انجام بدی یا اینکه میتونی بیای به طرف بگی من تا یه میلیون و دیویس میتونم بخرم خب خو خونه تو یک و 600 من 400 تا کم دارم اون 400 تا رو تو بهم بده میتونی بعد بهش ماهی نمیدی آره آه. ماهیانه بهش میدی آها آه فهمیدم اه پس فهمی چی شو فهمیدم من تو این کیس الان اتفاق همین کار کردم من نیومدم از یورو دام بگیرم من از طرف اومدم بقیه ما به تفاوت که خودم میتونستم بخرم تا اینو فهمیدم اونو ازش به عنوان سکند مورگیج از خودش گرفتم برای کسی که متوجه شد ببین یعنی این میگفت من توان با پولی که دستم رفته با بانک صحبت کردم گفت آقا ما به تو تا یه میلیون و مثلا پول میدیم این خونه میلیون کووید شده بود شروع من نگوشیش اومد گفتش که آقا 400 که من ندارم و خودت به من قرض بده من به جای که به بانک ماهی فلان قبول بدم اون چیزی که بانک داره به من نمیداره به خودت بانک دیگه نمیداد اصلا به من بانک دیگه نیگه. من تو به وامی که میتونی بگیری تو با یکو و بخری برو بخر. دقیقه. اگه یکو میتونی ما اینو بهت میدیم ولی بهشون من به اونام بیسیک نگفتم که دارم یه خونه یک, داخلیه. یک خونه یک و میرم داخل دیگه گفتم اونا خونه رو پشمشون هم ریخت گفت اون خونه 1 میلیون ولی آخر سر میفهمیدن که خونه 1 و 600 اینکه اپریزالش اومد ولی جوری که بودش واسه با وکیلی که صحبت کردیم 400 هزار دلار از پولی که من نیاز داشتم که تفاوت 1 و, و باشه رو خود فروشنده بهم داد چقدر با ریت میگم بهم درصد سود آها. Right؟ بعدش یک ساله او ولی یک ساله ولی یک ساله دو ساله دو ساله, دو ساله به داد ولی من بهش یک سال پس دادم فهمید. چون خونه رو زودتر فروختم مثلا بهش پس دادم دیگه آها. به من دو ساله این وام رو داد بهش گفتم دو ساله به من با ریت اینطوری بده و من میام آه... یا خونه رو میفروشم بعدا یا اینکه بعدا میسازم گفتم یه جوری پولتو بهت میدم دیگه فعلا الان تایتم روی پول خلاص این یکی از راهایی که من تونستم دام پیمنتی که خودم گذاشته بودم برای یک میلیون و دیویس. میشه 20 درصد میشه چقدر؟ 240 هزار تا برای یک و دیویس برای چهل هزار تا دیویس چهل هزار تا پول خودم شد 800 هزار دلار سود کرد در کمتر از یک سال میشه فورکس خونه رو رنویت کرد یا نه فقط هیچ, دستی بهش نزدم واقعا نگر کردی اکساش هم میتونم بسید بزنم, بزنم. هیچ دستی بهش نزدم خب حالا بزر من بدونیم من چجوری اونوری به بیناموز شدم توی کووید من توی کووید که شد نزدیک 900 هزار دلار نقد تو حساب بانکم بود النا دیویس هزار دلار از کارش در آورد شد یه میلیون صد و نزدیک دیویس هزار دلارم من از اینور اونور رو مثل این کار میوه انجام دادم و اینا یه هزار از اونجا در اومد خیلی لایف یه خورده دیگه یه خورده این داستان رو نمیخوام بچه های لایف بشنم اینو میخوام بچه های یوتیوب بشنم بعد از بچه های بوتیو ببین چند شما بیشتر دوستتون داره که یه داستانه <applause> بهتون میگه که بچه دوستانه... خیلی خیلی, خیلی بیشتر ساپورت میکنن از هر پلتفرمی <applause> خلاصه من یه میلیون و سی هزار دلار پول نقد تو کسابم بود و پلنم این بود که یه خونه رو بخرم خونه قیمتش بود یه میلیون و شیستد توی نو... بود ارزون خونه ویست بود خب بود یک و شیستد. من میخواستم اینو بخرم و بیام این یک رو رو کنم بفروشمش مثلا دو, دو دو دیویست ها مثلا بیام ساد پنج کنم دو دو, دو بفروشم چهار ساد و ست. کنی. بعد همون موقع که کووید شد همه چی هم خونه رو پیدا کردیم داشتیم میرفتیم انقدر پولش هم کسانو کش میتونستم بخرم مثلا بانک هم مهم نبود میدونستم حتما وامش رو خیلی خیلی راحت بود و خوشحال بودم و و نمیدونم چجوری بسات بگم خیلی این این شاید سخت ترین اتفاقی واسه تو زندگیم افتاده چون تو خود برای کسی که به قول معروف اون قول مرحله رو رد کردی شاید طرف منو خوب بفهمی من یه یه سری کارا داشتم که بکنم و کار مثلا بیستم این بود که دیگه اون چیزی که میخواستم بهش برسم اون پلنی که داشتم اون برسم پلنم این بود که بیفتم تو کار خونه فلیپ کردن و چون یه دیده خاصی دارم میخوام مثلا یون... مثلا دیدی که خونم چقدر سمارته مثلا من آرست. خونم الان هفت سالشه آرست. این هفت سال توالت خونه سهیل <تصفح> هم تو اسمارت صد آشغال آشپزخونه اش هم اسمارت می جوری شما میسی در اینجوری باز میکنه آشغال میز اینجوری میگه تانکی این بابا صد اشغال اتاقم رو ببینه کیسه هم عوض میکنه به <تصفح> خدا پشمات میزه من نمیفهمم تو تکنولوژی خیلی هم جالبه یه شدن جاربرقی گذاشته میکشه کیسه رو میکشه, میکشه. پایین کجا اون وقت کیسه بعد وقتی که میزنی برو از بالا دو چیز داغ میاد میبندتش سیل میشه بعد آوه. باز میشه میره بالا تو اینو ور میداری بسته میشه وکیوم روشن میشه این اینجا سیل شده میکشه پایین فقط خونه سویل این خب بعد من مثلا یه دید خاصی داشتم حالا مثلا اینا بعدا خود بسات شخصا تعریف میکنم اشون اینو میگم چرا که نه من دلم میخواست بیام یه حالت سیگنچر خونه درست بکنم برند خودت باشه دیگه برند, برند خودم باشه اقتصادی ساخته آفرین یعنی اصلا مردم به خانش منطقه هم چی بود؟ منطقه هم این بود که من چون توی ام... چی میگن پمپر شدم به فارسی چی میشه توی رفاه خالص بزرگ شدم از که آدم اشتباهی پرسیدی پمپر شدم به چی <تصفح> ام... چون خیلی تو رفاه بزرگ شدم حال کردن واقعی رو یاد گرفتم میدونی یه قسمت شواف و چیزهایی که تو مغزت بوده و تو فیلم ویدیو و همسایت گرفت دوست سمی گرفته اینا چه هست که من حالا برای سیک آرگیومنت رو میگم عقده واسه همین هپینس رو تو اون نمیبینم اونا بخش عقده است خیلی هم خوب آدم کنه. هر عقده‌ای که میزنه زمین خیلی حال میده <applause> ولی اون چیز هپینس واقعی رو گرفتم و هپینس واقعی چیز خیلی ساده است مثلا همین صد لاشخاله هر کی میتونه من خیلی باش میشه خیلی خوشش میاد خیلی دوست داشته باشه ولی وقتی میفهمه 200 دلار میگه یه کیسه میندازم دور خب yes. آلترناتیو سلاح آشغال هم 1 دلاره میدونی میگه پلاستیک 1 دلاره میخری میذاری توش آشغال میزی. برای همین نمیکنن ولی هر کی میاد خونه من وقتی یه هفته خونم میمونه چون من خیلی دوست بازم همیشه خونم آدمه خب خیلی زیاد آدمه yes. یه دخترم اونجا پادکست گرفتیم گفت بود من وایفای هم شد من نبودم دوستام اینجا بودن اون اومده بود اینجا یعنی خونه من آدم زیاد دارم بهت میگم میاد بعد همه حال میکنن ولی هیچ کی نداره خب بعد کسی که زیاد میمونه میگن که دود ما عادت کردیم الان من برم خونه رو توالت سرد بشینم الان باید جارقه اتاقم خوش تمیز نکنه الان 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 الان, الان. خلاص من یه ای آیدی داشتم که بیام میخونه رو بگیرم رفاه چیزی نداره آیدا میگم آب هندونه چی اسمش نمیدونم چی تو به من بگو اسم این چیه کونگو شادی هر چی که هر... دیگه تو اگه مثلا سلاش خالام نبنده جمع نکنه من وارد نمیدارم دیگه زره اوکی ولی فکر کنم بیتی... فکر نکنم ولی فکر کنم توی اتاقی که سلاش خاله دیزاین شده باشه تو اتاق برای تو آماده باشه بس. تمام وز. توی دیوارا سوراخ باشه اینا اصلا توی دنیای ریل استیت اشتباهه اگه با من قبلش صحبت میکردی بهت می‌گفتم مثلا اینا رو بذار کنار به خاطر اینکه تو ادی uh, دی اگه به عنوان یه بیزنس بهش نگاه بکنی میخوای یه پروداکتی داشته باشی که 95 درصد مردم حال کنن تو خ... من می‌خواستم 5 درصد حال دقیقا تو رفته بودی داشتی یه کاری میکردی که 5 درصد مردم حال کنن مثلا ماشین بدم رو خونه دقیقاً یه تو اصلا... مثلا من یه چیز جالب بگم من یه ماشین دارم من چند تا ماشین دارم دیگه حالا این ماشینا رو یه بار توضیح میدم که چیان خیلی باحال هر کدومشون یه داستانی داره که من چرا اون ماشینه دارم اصلا میشه یه اپیزود بیام بگیرم خونتون با هم واشه آخه ماشینا هر کدوم یه جا پارک کردن مثلا شیش هفت تا خب. ماشینی که نمیشه توی خب خوبه دیگه میبینیم لوکیشن اول میبینیم همون راهش خیلی عالی میشه شو، شو. ولی حالا یه دونه ماشین دارم اون عکسش میتونی بذاری یه دونه ماشین اسلینگ شات بهش میگن مات بلک هم مثل ماشین بتمن میمونه کلا مت بلک همش دو تا چرخ لوش داره یه چرخ بزرگ هم پشتش داره اینو گذاشته بودم تو یه دونه از این خونه‌هایی که داشتم واسه خودمونم ساختم می‌خواستم بفروشم تو پارکینگش بود مثلا هر کی میرفت خونه رو نگاه می‌کرد خونه‌م 7 میلیون دلار بود میرفت این تو میگم این چیه یه هم وسط چون قیافش می‌بینی فکر می‌کنی مثلا مثلا 1 میلیون دلار پول ماشینه داره. بعدش خلاصه یارو گذاشت تو قرارداد خونه این ماشین ما رو نه الا بلا ما این ماشین رو میخوام رو خونه گفتم ما اصلا خونه اصلا نمیفروشیم <applause> اینا با کلی چیز ماشین خونه ماشین رو ماشینو به زور حتی قرارداد خرید در آوردم که با ما یک ماشین واسه خودم علاقه بهش دارم حالا <applause> بگیم میخوایم ماشین بدیری خونه حتی اون مرده که اومد اونجا رو خیلی بال یه مرد چینی اومد تو این دندون جلو نداشت اون خیابون میدیدیش فکر میکنی مثلا پنج دلار هم نداره مثلا این طرح هفت میلیون کش با فرنی کل فرنیچر خونه همیشه میگم ماشینم هم گذاشت تو قرارداد گفت خوش خدا دقیقاً ولی خلاصه یارو من 7 میلیون نقد گذاشت خلاصه میگم کتاب این فقط... وقت a book by بایت cover که میگن یعنی مردم رو به خاطر ظاهرشون قضاوت نکن. نکنید طرف اون بدون دندون جلو 7 میلیون نقد گذاشت فرنیچر رو من همه چی رو گرفت از اونجا رفت حالا تو اینو اشتباه گرفتی به نظر من چون بیزنس ریل استیت یا فلیپ کردن این نیستش که تو بیا یه کاری بکنی که خودت دوست داری باید یه کاری بکنی که همه حال بکنن و مجوریتی حتی رنگایی هم که استفاده میکنی یا کارپتی که استفاده میکنی کابین همه باید یه جوری باشه واسه همین گرفتن دیزاینر خیلی مهمه <تصفح> یعنی ببین دیزاینر میشه یه آدمی که تو رو از شخص از چیزای شخصی دور میکنه یعنی فقط به صورت بیزنس به این قضیه دیگه نگاه میکنی نه اینکه مثلا آه من اینو دوست دوستم دوستام آشپزخونه کامیتاش قرمز باشه بابا مثلا یه درصد مردم شاید حال بکنم با این قضیه این نه من از نظر چیز میخواستم بکنم میخواستم خونه رو با وسایل الکترونیکی خیلی ادوانس فکر میکنی مثلا ما الان خونه ساختیم نه حرف تو قبول دارم مثلا پردهاش برقیه طرف اینجوری میکنه این چه میره بالا پایین میگم ما این یه دکمه است یا مثلا اسمارت هوم درست کردیم که مثلا همه کلید پریزای کل خونه یه نفر هم وصل شده روی یه دونه کلید دیگه وقتی از خونه داره میری بیرون هومو که هوم این هوم اوت هوم اوت که بزنی کل خونه رو خاموش میکنه رایت یا مثلا رو موبایلت میتونی رو کنترل کنی نمیدونم استخ تو گرم کنی سرد کنی همه اینا رو موبایلت میتونی انتخاب بکنی چیکار مثلا پارکینگ تو ببندی گیت دم خونه رو ببندی نمیدونم چراغای بیرون روشن کنی خاموش کنی ببین اینا اصلا در حد فقط هنوز تو مووی سویچ دقیقاً چرا اینجوری کار نمیکنه است اینداستری که من دارم بهت میگم مثلا میگی yeah. من توی خونه خودم برداشتم همین خونه که دا داستان ادامش میاد آقا برعکس میخواین دوستا رو نگاه کنن حتی تو تایتل خوندین دیگه این داستان همون داستانی که من چطوری دو سه میلیون دلار رو از دست دادم به خاطر الان فکر میکنم اشتباه خودم حالا با پولیا صحبت میکنم که پولیا به من بگه من چه گوهی اشتباه زدم گوی اشتباه زدی <laughs> آره میفهمید دیگه میگم میفهمی بعد اتفاق زندگی می دیگه خلاص آقا ما همه کارا کردیم پولم آماده بود گفتم که خیلی خوب الان پول تو حساب زندگیم شیرین دیگه به قول معروف خونه اولمو دارم خونه دوم این دارم،, دارم چون همیشه خونه اول فقط مال خودت تو خونه دوم نشوش نمیتونی بگی من تو خونه تو بیورلی هیلز خونه داشته باشی وقتی یه دونه فایده نداره چون بفروشی میخواد تو بیورلی هیلز زندگی کنی آره دیگه واسه این بس تکنیک یو هاف مانی یو هاوس خونه دوم میشه این خب من خونه خودم داشتم خونه این هم داشتم ما به النام دو تا خونه دارن آره دادن به النا یکیشو به پسرشون گفتن که ما الان خونه رو استفاده میکنیم رنت پنت شما میگیریم وقتی ما پساد کنیم آره مال شماست خب من تو مغزم گفتم خب ما هم دارم خب همچنین داستانی با ما بابای خودم هست دیگه میگفتم خیلی خب پس من نظر زندگی دیگه اوکی شدم الان فقط برم برای کار و خونه درست کردن ایده اشتباهم که میخوام خونه رو خفن درست کنم که این ایده اشتباه واسه من فقط 50 دلار ضرر داشت یعنی اینقدرم کسخلی نبود که بگیم ما بگم گفتیم قبول تو میگی 50 تا هم نبا بگم فر بعد آقا کرونا زد حالا من دارم دنبال خونه یک و هم میخوام بخرمش رنویتش کنم بفروشمش آم... کرونا زد کرونا که زد خونه اولی من یه دونه خونه سخابه هستش توی داونتاون برای همین گذاشتش بره آپارتمان آپار... هاوس آم... هاوس میشه یه خونه که یه دیوار مشترک داره با همسایه یعنی یه همسایه داری من من یه همسایه دارم معمولا دو تا همسایه داری گو ما میخوایم بریم کرونا شو ترسیدن آقا دقیقا هم چیزشون با کرونا ست بود لیستشون تموم میشد کارشون دست دادن نتونستن دیگه نتونستن مووی اندستری بودن مووی کلوز شد یعنی اصلا سه تا دانش آموز بودن هر سه تاشون واسه نتفلیکس کار میکردن شات داون شد ترسیدن اونا هم گذاشتن رفتن خونه مامان باباشون هر جا که رفتن من نمیدونم این یارو رفت اینا رو گذاشتن رفتن ما گذاشیم واسه اجاره خونه رو دو ما خونه اجاره نرفت خب خیلی هم توی خونه کسافت بود یعنی مثلا فقط تا دانش آموز میومد حاضر بودن چیزی نه آره, از از آره. کاری. آره گفتم بازسازی کنم و دیگه دو ماه خالیه گفتم پس بذار بازسازی کنم بعد من اینجا بعد از اینکه به دو سال به موضوع فکر کردم اینجا اشتباه منه من گفتم من خونه خونه هر رو دیگه نمیخرم چون من نمیدونم الان دارم چه داستانی وارد میشم به علاوه کرونا منو ترسونده بود نمیدونم دنیا چه اتفاقی میفته من رو نمیتونم بیام دو تا ریسک بپذیرم میترسم این دو تا ریسک من رو بگاد واسه همین من میام این پروژه رو دیگه مجبورم خونه که مال خودم رو اینو این هند رو باش دیل میکنم اینکه تموم شد میرم خونه اون خونه ها رو میخرم بعد ما یه تصمیم تخمی گرفتیم یه دیوار رو برداریم دیوار اصلی بود شهرداری بعد به ما میگفت میتونی یا نه اگه میگفت میتونی بعد پلن ای میرفتی میگفت نمیتونی پلن بی خیلی تو با هم فرق داشتن خب تا اینجا قضیه من فکر میکنم تو یه چیز دیگه هم که کم داشتی اکسپرت کنارت کم داشتی آره همه از کونم دارم خودم میام جلو یعنی یعنی هر کی میدید میگفت داری خود همه این کارا میکنی گفتم آره میخوام برم یاد بگیرم مثلا تو داون تاون که سیتی اف ونکوور یعنی رست... استریک ترین جایی که میتونی کار بکنی رفتی با خودت که بدون هیچ تجربه بعد تو کرونا و حالا ببین چه برای سرم میاد میام ریکوست میدیم که آقا ما میخوایم این دیوار رو برداریم درست. میگن که ما معمولا مثلا یه ما جواب میدیم میدی؟ آردی همه اوکی دادن رسیدیم درست. درست. به چیز انجینیر هم بودیم گفته اوکیه فقط سیتی باید بگی اوکی واسه این مکسنس میکنه او اوکیه ولی ناینی تو نمیدونی دیگه ها میایم به سیتی ونکوور میگیم معمولا یه جواب میدن به خاطر کرونا شده دو ماهانی خب yes. تو دو ماهانی میاد به ما میگه که آقا شما فرم سی تون رو اشتباه دارین اصلا حالا فرم سی چیه که استراتا گفته ما اوکی ایم با این موضوع ما به استراتا گفتیم که آقا سیتی خواسته اپروال شما سیتی استراتا به ما ریپلای کرد که همین ایمیل رو پرینت کنیم بدین به سیتی ما همون ایمیل رو پرینت کردیم به سیتی سیتی گفته ما دیگه شما دیوانه شما این فرم رو پر کنیم پراپر yes. ما می فرم رو پراپر میفرستیم به استراتا یک ماه جواب نمیدن یه به هر روز الان زنگ بزن وایس میل رو رو جواب نمیدن الان دیگه بالاخره یه از این مسئول آقا ما استراتو رو اخراج کردیم به خاطر همین احمق بازیاشون ما اخراج کردیم اونا به که اینکه ناراحت اخراج شدن جواب رو نمیدادن یعنی فکر کن تو این سیچوچه من باید برات کنم یه ما سه هفته جیم مسکل بودیم بعد از سه هفته که ما فیگرات کردیم اینا فایر شدن به اونا گفتیم یه هفته تو کشی تا بیاد ها حالا اینا چون عوض شده هیچ انفورمیشنی ندارن میگه ما شما اجازه ندیم فکر کنم مثلا تو نشستی میگی من مثلا میگم آقا به تو امضاتو دارم بعد رفتم شانس ایمیل پیدا کردم بهش بعد تو میگی او راست میگی اینجوری یعنی به یارا و یارش بود من یارو او ما اوکی کرده بشم خلاصه اونم مثلا دوباره یه داستان ملا داشت دو هفته خودش طول کشید شد الان مثلا تقریبا سه ماه نیم بعد سه ما دوباره با فرم درست بی دادیم به سیتی دو ماهانیم گفت اوکی میتونی این پروسس فقط پنج ماه ما نشستیم رو خاله نگاه میکردیم تو این پنج ماه اون خونه وسفن از یک و شیش شد دو اه. گفتیم خیلی خوب شروع کردیم دوره کارها شروع کردیم و اینا بعد من به یه مشکل خوردم که یه آدم کلاورا گیرم افتاد منم تو زندگی آشپزخونه درست نکردم همه جا دیگه رنویشن انجام دادم بغیر از آشپزخونه آقا یارو از سپتامبر اومد سپتمبر، اکتبر نوامبر دیسمبر، جنوری فوریه من فوریه فایرش کردم یکی دیگه بردم تو رو سه روز کارو کرد یارو شش ماه من اسکار کرد هی hey, میگفت کار داره این نیست بعد اون متریال گم شده نداریم بعد میگفت مثلا درا رو برعکس میگفت بعد دوباره سفارش سه هفته کارخونه میگفت تحویل تایمش بود چی آخه این سه پیدا کردی والا ما عد گذاشتم روی اینترنت در نفر شواب کردن آخه کی میاد عد میذاره روی اینترنت آدم میشور دیگه. دیگه آدم نا... چیز برای که تو سه نفر زنگ میزنی می زن رفرنس آقا مثلا الان واسه دوستت فلانی یه کاری کرده زدم هر کی اومد مثلا قیمت بالا نه قیمت بالا نمیدونم مثلا کانکت نمیشودیم یا مثلا قیمتش مثلا نه که بالا بود چ... بالا بود بود مبارک بود <تصفح> نه نمیدونم چه چجو... کسی که اومدن مثلا قیافش داغونتر از اونی بود که رو اومده بود میفهمی <applause> من اشتباهی همین که تو میگی جاج نکنو کردم یکی پراپر رو یه چیزی گفت من چک نکردم گفت ما گفتم شما مثلا کارگاه دارین گفت آره کارگاه داریم کوسه کار بیا تو لنگنی ببینم من کنگوشو لنگنی رو اندگی نکردم مثلا اشتباه این بود بعد نگو یارو رفته توی فارم یا روی اتاق خالی داره اجاره کرده خونهشه به اون میگه کارگاه چون شبو که میخواد ارشو میذاره اون موقع من میرفتم اونجا خب میفهمم درو میگه من دیگه فیس بعد مثلا میگه چی میگه من چیز رو درست میکنم میگم با کی کار میکنی میگه میگم چرا الان ما مثلا این رو بگیری؟ میگه ما کانترکت داشتیم با بگو کاکتوس کلاب میخواستن سه تو شبه جدید بزنن کار کنسل شده ما تو کار برگرده دنبال سایت جاب دارم میگردم میدیم مثلا من منم باور کردم یعنی فکر خب که داری اومده کار میگیره این کارا داره میکنه و دو تا عکسمونشون داد و منم خوردم خلاصه یه شیش ماه اونجا به یه شیش ماه این یارو من از نمود شیش ماه هم کلا پروسس رو من معمول که یاد بگم چه گوی بعد بخورم این شد یک سال و شیش ماه یعنی 18 ماه طول کشید برست. تو این 18 ماه من برن ریت هم بود من میخوام <applause> می درد میکنه ببخشید <applause> من تو این شیش ماه برن ریت هم بود 33000 دلار ماهی خرج زندگی این بله به خرج رنویشنه. و درآمدی هم ندارم چون تو مغز من اینه که اون پلن من خونه وسونیه بود دیگه آقا تو 18 ماه تمام این یه میلیون خورده تموم شد واقعا به حساب بانک هم ببینید میبینی هر ماه سی تا سی تا سی تا هم جمعه بیرون یعنی چی یه میلیون خورده تو خرج رنویشن کردی؟ نه ببین خرج شخصی زندگی خونه هم مثلا 21 اون که داشتی, داشتی هر زمان دیگه 10 تام اضافه آره ولی خب من چیز اینکام هم این بود که دیگه من میخوام برم تو این خونه خونه رو فلیپ کنم آخر ما پولم در بیارم که این 220 رو بدم یعنی 240 تا آره حساب کردم که قرار به پروفیت خونه در بیارم بعد آها این خونه ای که الان از کار رفته ما هم 5500 دلار اجاره اومده پایین یعنی از درآمد من اومده پایین اونم دارم دارم اونم کاور دارم میکنم به علاوه این که 10000 هزار دلار در ماهی خرج جنریشن میکنم اوریج کرد کردم ماهی 10 بودش خیلی خونه رو قشنگ کردم یعنی واقعا خونه مشی شد دارمش ولی با دیدم که این تموم شد اون خونه فقط شده بود دو میلیون و 700 خودش بدون نمیشه ولی الان مارکت رفته بالا میدونی که ب... بدتر هم شده یعنی بهتر شده دیگه خب نه میگه خونه شد دو میلیون و 700 آه. اون زن خونه ای که میخواستی به اسم بخری آره. این خونه ای که الان رنوویت کردی میگم میگم خودت ناراحت نباش الان مارکت رفته بالا میتونی یه ریفاینانس بزنی پولتو تو بکشی بیرون آره بهش فکر کردم به اون به اون فکر کردم ولی کلا دارم میگم خیلی خیلی بد بود یعنی مثلا بعد تن اکسپرینس زندگی بود یعنی فکر کنم همه کارامو کردم گفتم که حالا اینم بکنم یه فلیپ کنم بعد تازه اگر من خاله نکرده بودم روش اکت کرده گرفته بودم چون تایمینگ به قول خودت تو تایمینگ شانسی میزد اون لحظه چیز بود yeah. من الان اون خونه رو میتونستم مثلا بفروشم با یهو نوشته میتونم مثلا 2800 بفروشمش خب یعنی یک یکو در هر بودن. کاری که از دستت برمی اومده واسه این بتونی یه چیزی رو فیل بکنی انجام دادی میدونی نه اینکه باجتینگ واسه خود نکردی هم اینکه تایمینگت یه ذره مثلا درست نبوده واسه وستمن از دست دادی هم اینکه اکسپرت با خودت نداشتی که بخواد بهت بگه هم اینکه که یه آدم بردار خورده به تورت که اذیتت کرد هم کرونا هم همه چی در یه جورایی فیل یعنی هر ج... هر که بهش نگاه می‌کنی ولی ببین هر چیزی به نظر من تو زندگی بسمت. یعنی اگر توی اون موقع اون اتفاق برات نمیافتاد شاید یه دیگه دیگه برات اتفاق میافتاد که اونقدرم از این بدتر بود مثلا یعنی هر موقع اتفاقی بعدی واسه من میافته احساس میکنم که یه فکر میکنم این بده میتونست بدتر بشه یا آقایی بهت گفتم اومد پول منو خورد توی سن 19 سالگی اگه اون طرف پول منو نمیخورد من الان سن توی مسیر دیگه بودم یا یعنی نمیفتم سختی بکشم بیام بشم آدمی که امروز هستم و اگه امروز ببینمش ازش تشکر میکنم به جایی اینکه بخوام چیز کنم واسه همین هر اتفاقی که میفته سعی کنم با یه دید خیلی پوزیتیو و اوکی نگاهش بکنی هنوز نتونستم ریکاور کنم چون من پلن زندگیمون که آقا من الان یه میلیون دلار کش دارم این یه دلار رو میکنم بیسم و کار که من یه رو ببرم بالا یه میلیون رسید به صفر و الان تو حسابان کم صفر دلار پوله درست خونه دارم این ور ور مثلا استاک مستاک ولی من حالا نمیدونم تو همین خودتو داری یا نه من تمام چیزی که مثلا این مسمنت ها رو اصلا نمیبینم اصلا اینکه وجود آه. نداره سو so من نوعی الان پول ندارم و نمیدونم باید چجوری شروع کنم چون که بیس همین بود که با اون پول شروع کنم برم جلو من نمیدونم الان بعد چیکار کنم خب یه سری بیزنس هایی که یک مقدار سرمایه بیس نیستن شروع بکنید دیگه دیدم یه ویدیو تو گوشه بودی که هنر اینو کنه بکنید دقیقاً خب برای آقا اومدیم لایف توی اینستاگرام بچه‌ها سری سوال پرسیده بودین میخوام سوالا رو همینجا بپرسیم و جواب بدیم. اگرم میخواین توی کامنت ها چیزی بپرسین میتونید توی لایو بپرسین بوری که اینجاست اگه خواستین این فالو کنین و اینا خب نظر درباره کریپتو چیه کریپتو خودم کریپتو <applause> خودم این مقدار دارم به نظر من چیزی که جواب میده فکر میکنم به آینده خیلی زود برگرده بره به اون ولیوی که واقعا لیاقتش داره برسه بعد چند درصد از کوین ها فکر میکنی بمونن من فقط روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری میکنم منم موافقم یعنی شما ببین بیت کوین بزرگترین کوینه و اینکه میدونی که اون دیگه جایی نمیره ولی کوین های دیگه آلت کوینایی اینا نه ریسکش خیلی بالا البته اگه آدمی هستی که خیلی ریسک دوست داری ریسک کن من میگم به اون که خیلی ریسک برو کازینو بذار رو قرمز آره دیگه دقیقاً راحت تره البته اونم باز خیلی ریسک بالا نه 50 50 دیگه نه سبزم است تقریبا 45 پور یا جون دوله چند سانته دیگه It's... من میتونه تشت کن بده سانت ایناف <تصفح> سانت نمیخوره بیشتره سانت چیزه بیشتر استفاده اینجا با فیت میگیرن <تصفح> <تصفح> سوال بعدی آخرین سیکست کی بود چه سوره دیگه مردم من دیگه سوال دارن دوست هم دارن شومورت که خوشحال بوده همه دنبال خوشحالی حالا از اینکه بیام پادکست امروز دیگه یاد بگیرین اگر با اگر برمیگشتی به 20 سالگی و میتونستی فقط یه نصیحت به خودت کنی چی میگفتی این سوال چه دمت گرم آقای شایان راجع به نپرسیدی دیگه رو لایو سهیل بیای دیگه همینا رو میپرسن دیگه <laughs> اگه برمیگشتم 20 سالگی نصیحتی که به خودم میکردم واقعا کارم درست بود تو 20 سالگی داشتم مثل چی کار میکردم و ذره پولامو بیشتر جمع میکردم حس آره. میکنم اون موقع بیشتر جمع میکردم خیلی من خرج میکردم اون موقع درآمد بالا ولی چون اون موقع هم خب ببین آخه این چیزی هم نداره یعنی یه جوری بود که از یه جایی رفته بودم رسیده بودم به یه جایی که داشتم پول زیاد در از یه حالتی که هیچی پول نداشتم رفته پول زیاد در میوردم آره یه ذره جو مثلا یه ذره دوست داشتم که بتونم یه سری کارهایی که نکرده بودم و انجام بدم زیاد خرج میکردم ولی واسه همین اگه برگردم به اون موقع سعی میکنم اون کارا رو هم کمتر بکنم که به نظر من اونم نیاز بوده بکنم که بشم امروز کس کس که هستم همین کار رو ادامه میدادم واسه نوجوان از 14 تا 16 ساله چه بیزنسی رو پیشنهاد میدی کامل توضیح بده 14 تا 16 ساله است حال بهتون بگم حالا توی پادکست هم که دیروز ریکورد کردم خودم سولو تو اکانتم میذارم ببینید برین, پات... برین رو بای روی کسایی که هستین اینجا برین یوتیوب منو فالو بکنید رو اکانتم لینکش هست پادکست که با پادکست های میذارم ام... چشیم چی بوزنین هم 25 میلیون 25 دو... میلیون تومان جایزه هم گذاشته برای تو این اپیزودی که داریم و یه نفر 25 میلیون رو... هم داریم تو ایران انتخاب میکنیم 25 میلیون میذاریم از صرافی به هر کی که بیاد زیر اون ویدیویی که الان سوهل میذاره کامنت بذاره اکانت اینستاگرام منو فالو بکنه یوتیوب منم فالو بکنه یوتیوب سوهل هم که فالو بکنه دیگه حالا اگه تازه هستش و هزار تا کامنت گفتی بعد بشه هزار تا کامنت بزاره. اون سوالا رو میتونی یه بار دیگه ازم بپرسی کدوم بیزنس چهار تا 16 ساله چی بیشتر آره. می‌کنه همین خواستم بگم یه پسری از ایران از اپیزود قبلی که با هم صحبت کردیم به من کانکت کرد 17 سالشه و الان شروع کرد روی سری از وی... ادیتینگ های سری از ویدیوها با من کار کردن ببین از توی ایران من دارم واسش دلار میفرستم دیگه بیا بروی کاری بکن که بتونی سایک الکترونیکی انجام بده یه استوری هم... یه دونه ریلز هم گوش شدم دیروز که گفتم سعی کنید اگه واسه این که بتونی توی سیستم یه آدم موفق مثلا من اگه بخوام امروز برم توی تایلوپز با تایلوپز کار بکنم نگاه میکنم چجوری میتونم به تایلوپز یه چیزی اضافه بکنم نمیام بگم این رزومه ای منه اینا رو من رفتم دانشگاه شریف درس خوندم اینم رزومه ای منه برستم واسه مهم نیست تو کجا درس خونید چرا مهمه واسه یه سری ولی واسه من اگه یکی های کام مهم نیست واسه من اینه که تو بیای مثلا بگی پور یا من این دستگاه رو اختراع کردم الان اینم ادیشن توه مجانی مثلا مثلا فرستادی اینم ادیشن تو میای روی این سرمایه گذاری کنی من استفاده کنم میگم چه خفن باحالیه شور من رو این هستم سرمایه گذاری بکنم اون پسره که من هایرش کردم اومد دو تا از ویدیوهای منو ادیت کرد مثلا فرستاد دوست داری نه دقیقاً حال کردم دقیقاً گفت دوست داری اینو نگاه کردم دوست دارم چیزی که من میخواستم صد درصد نبود ولی دیدم اون راهش کس... دیدم اون خلاقیتش داره میدونی یعنی از اون آدمایی که چیز باسه میگفتم گفتم شور هستم اه... نظر راجعه به رفیق بازی چیه؟ رفیق بازی خوبش خوبه بعدش بده آها رفیق دوست خوبه رفیق بد بده آره. خیلی آدم رفیق بازی نیستم آدمایی که دور برم خیلی سلکتد خیلی سلکتیو یعنی آدم ها باید برد یعنی حسی که میگیرم ازشون خیلی مهمه میدونی؟ دیدم توی ویگ ستودی با پیمان مودی پیمان هره یکی از بهتران همه رو زمین نیست؟ یکی از پیمان با من فرشته است با پیمان هم تا هر روز صبح داشتیم ما گمبلینگ میکردیم پایه گمبلینگ هم پیمان بود خیلی اون دیوونه است آره بهت گفتم چی شد تو من بش... من میدونم اول من بردمش با کازینو واقعا میدونی دمه در میگفت من روم نمیشه بیام تو بعد با 21 اینه من بهش پوکر یاد دادم کاش درسته من چی ساختم ازش اومدیم بریم با پیمان یه دونه پوکر من اون روز برگشتم پیمان خودش رفت رفتیم اوور لیمیت های لیمیت یعنی پیمان رفت های لیمیت هتل وین اینو اسمال بیگی که میذارن یه دلار دو دلار بود ده هزار دلار سی هزار دلار یه میلیون دلار جلو هر کسی چیپس بود نه بابا آره. ده هزار دلار مینیمم س... سی هزار دلار بیگ بلایند بود و یعنی واو yeah. ریزا چی بود ریزا که دیگه مثلا 100 هزار دلار چند نفر بازی میکردن اونجا من نفر دیگه بازی هم ایمان بازی میکرد من و پیمان ولی اومدیم بریم با هم دیگه پوکر بازی کنیم تا من اومدم بشینمش صندلیو براشتم 500 دلار با... ماکسیمم با بود که میتونی سر میز بکنی 500 دلار گذاشتم یارو رفت چیپسامو ور ورداره بیاره اه... گفت میخوای دیلت کنم تو گفتم دیلم کن تو دیلم کرد یه دونه کینگ کوین بهم داد بعدش روی زمین اومد کینگ کوین مثلا جک یه همین چیزی به بعد... ایس باختی ها نه بعد یارو آلین کرد پسر من زدم 20 تا پسر زد 40 تا من آلین کردم 500 دلار اصلا نیومده بود خب. اونم آلین کرد بعدش هنون چیزم نایمده بود دابل شدم بردمش او, او بولی <تصفح> با یو پیمان گو در تو سرویز با هنون نشستی تو شدی هزار دارم خوب بود از داستان من این داستان تو بود من من هنرم اینه که یارو بیاد بگم آتمون شد چه بار بده با به اون نه <تصفح> 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 من این برم من آسده هم اون درف آسده داشت <تصفح> زده آ این سوال من همیشه از همه میپرسم ببین ها کن دول میخوری یا پلو دول میخوری یا پلو یعنی بک تو بک لوبیا پلو لوبیا پلو یعنی پلو خالی هم نمیخوره دیگه بعد پلوش هم بخواس حالا بزن یه یعنی سوال سوالم از توی لایو جواب بدیم چی کمه سوال یه بار با پیکاسو لایو بزن <laughs> زده چی کمه سوال قشنگ کمه؟ کرده how to find a mentor منتور خب بستگی داره که تو چه رشته‌ای هستی پرتغال یا هندونه هندونه فوراور پس هندونه ایگران. میشه معمه پرتغال میشه او واقعا اونجای خانم ها. نه واقعا من هندونه واقعا آب هندونه منظورم بود یعنی هندونه واقعا یعنی شیر داشته و شیر چه جوری می... منتور پیدا کنی بده جواب اینو بدم ببین هر حرفه ای که هستش برو بگرد یه ذره ریسرچ بکن اگه با کسی حال کردی فکر میتونه منتور بشه ریچ اوت بکن اگه جواب نداد 10 بار ریچ اوت بکن آخر سر یه جوری جواب میده یه جوری سعی کن تو اون سیستمش بری دیگه الان از منم خیلی میپرسن منتورشی پی استیت انجام میدی و... یا انجام نمیدی الان فقط میخوام به مردم کمک کنم تو این پر. پوینت یعنی فقط میخوام فری انفورمیشن بدم هر کس که دوست داره بدم الان در وقت منتور داری میخوای همین ببین انقدر از من سوال نمیپرسن طرف میگه من میتونیم مثلا بیام وقت مثلا یه سه ساعت چیز برداری میگم تو سوال تو بگو من جواب تو میدم نیاز نره مثلا من 500 دلار بدیم هم که چیز کنم سوالت بپرس من جواب رو بهت میدم مثلا همه کسایی که میان کامنت میزنن زیر ویدیو های یوتیوب هم کنم جواب سوالشونو رو بدم دارم من منم تقریبا تمام کامنت جواب میدم آره دیگه آفکورس کورس بالاخره ها دارن حال میدن میاد باهات صحبت میکنن تو الان میخوای ایگنور کنی که زده غیر از مشاور املاک تو چه شغل های دیگه میتونی کمک کنی ببین من یه دونه کمپانی مارکتینگ دارم که مارکتینگ توی هر فیلدی انجام میدم یه دونه اپلیکیشن موبایل داریم که اپلیکیشن موبایلمون برای مارکتینگ ریل استیت و مارکتینگ هر بیزنسی میتونه انجام بده بعدش یه دونه کمپانی مورگج دارم که کار وام بانکی انجام میده یه دونه کمپانی سرمایه گذاری دارم که مردم میتونن بیان با هر پولی توی سرمایه گذاری کنن البته مقدار کم مینیمومش دیویس هزار دلاره که الان دیویس هزار دلار کمتر قبول نمیکنیم بعدش یه دونه هم شرکت ساخت و ساز دارم که خب کار ساخت و رنوویشن و اینا انجام میده که برادرم من شریک هستش تو اون کمپانی بعدش این کمپانی ریل استیت دارم که خب ریل استیت انجام میدیم دیگه چه کمپانی دارم کود مارکتینگ و بیس فلیکس ببین بیزنس یعنی اینا این بازی و. شطرنج آره دیگه یاد بگیر شطرنج انگلیسی با شطرنج آمریکایی خب مثلا یه کوچولو شاید فرق بکنه ولی تو با اگه بازی شطرنج بلد باشی این مایک هنوز کار میکنه دیگه آره. با لایو کار نمیکنه که نه من صوت از میکروفون دارم اوکی ولی در این همه سوال نخوندم زده وچ اشتراک ثروتمند شدن چیه کانسیستنسیه یعنی یه چیزی که همه آدمای ثروتمند یه وجه اشتراکی که همه آدمای ثروتمند کنم دارن منظورشه دیگه ببین یه کتاب Think and Grow Rich که دفعه پیش گفتم اون باشم هستی یعنی تنبل هم هستی سعی میکنم نباشم چون اکثر آدمای پولدار تنبلم هم هستن نه. من سعی میکنم نباشم مثلا بعد سعی میکنم نمیشه همیشه راه سریع رو پیدا میکنن که به اون چیزشون برسن آره دیگه اون که 100 درصد 100 درصد اون آره در, در اونو منظورم دیگه. دیگه. از اون نظر نه آره اون که 100 درصد هستن یعنی من من ببین چه جوری تو میتونی اصلا این همه شرکت رو با هم دیگه ران بکنی در صورتی که تو بشی اون آدمی که مشکلای همه این بیزنس ها رو با هم دیگه حل میکنه یعنی همه این بیزنس های من وقتی میاد این مسئله بهشون میخورن میام با من صحبت میکنم و اون مسئله حل میکنم تو فهمیدم تو پرابلم سالوری فهمیدم پرابلم سالوری بالا یعنی اصلا هر مثلا اگه الان یه چیزی داشته باشیم یه راهی آخر سر واسش پیدا میکنم دختره میخواد بده کی این گفته میشه یه راهی پیدا شه ما بهت بدیم بله مسج بزنم تیر منیجر هم سوهیل گفتم قبل که بگه راجب اعتماد به نفس بگو اعتماد به نفس دیگه مهمترین چیزه با روز اول داشتی یا وقتی که وضعت خوب شد و موفق شدی بهش نه من از همون روز اول اعتماد به نفسم چسیده به سخت آره من فکر میکنم این خیلی مهمه آره, آره و همین اصلا یکی از چیزایی که زندگی خیلی بهم کمک کرده اعتماد به نفس خیلی بالایی که دارم و اینکه ترس ندارم حتی مثلا میگم من چند وقت پیش یه دونه پروژه یه دونه زمین بهم به خورد 4 میلیون 5... 4 میلیون 800 قیمت زمینه بود به من گفتن اینو میخری اون موقع مثلا هیچی پول نداشتم بخرم چون تپ تاد بودم الان که میدونی اینترست ریت بالا مورگیج خیلی سنگینه کسی نقدینگی زیادی نداره بعدش با یکی از با شریکم صحبت کردم بهش گفتم که اینجا رو بخریم گفت بابا ما که نمیتونیم بخریم خلاص من رفتم قرارداد بستم 4 میلیون و 800 رو گرفتم 4 میلیون و 100 قراردادش هم بستم به اون طرف گفتم به من دو هفته وقت بده که من با این دیپوزیت اینجا بیام بالا خلاصه تو اون دو هفته رفتم دیپوزیت یه جور جور کردم دیگه یعنی خود توی داری, داری میگی آدم ها توی موقعیت قرار بدن که پشمشون بریزه من میگم تا موقعی که خودتو توی شرایطی نظری که مجبور بشی رشد بکنی رشد نمی کنی اول میگن چاله رو بکن بعد چاله رو پر کن یعنی چاله رو بعد بکنی وقتی پول میاد دست چاله مثلا مثلا بعضی موقع مثلا سرمایه گذاری یا پول من اشتباه کردم نرفتم خونه وسپانو بخرم دیگه وقتی داشتم باید. و فقط بعد می‌خریدمش تو اصلا نباید رنو میرفتی رنوویت می‌کردی اونو تو مگه اون موقع حالا اینو اینو بده. بخر ببین من اصلا میدونی سیستم چیزم چیه من خونه نمیفروشم من فقط خونه میخرم واسه خودم ها آره میفهمی من... فقط نگه میدارم هولد میدارم خونه داره سخفش میریزا من هنوز نگرش میدارم تا جایی که میتونم اصلا دست نمیزنم بهش حالا اینو بهت بگم اصلا این خودم اگه دوست خودم بودم یعنی الانم رو میشناختم دو سال پیشم و بهش اون خونه دانتن رو من توی سه هفته به جون مادرم توی سه هفته رنویت, می رنویت میکنمش با 45-50 دلار یعنی اصلاً, اصلا شک نکن واسه همین بعد الان 150 تا خرج کردم 18 ماه اپورتونتی بعدی رو دست دادم و اپورتونتی بعدی هم از خودم گرفتم بس. چون چون من دیگه اون کپیتال ندارم که باش برم جلو و من الان مثلا یه کاری کردم که به خواب نمیدم یه روزی بکنم ولی کردم دیگه چون که زندگی تو خانواده داری و باید بری جلو آره حالا به فکر گذشته زیاد نباش من ام. بایدی که هم اشتباهی کردم خیلی ای... جالب بود برای بچه شعر کام چون من همه زندگی بهشون میگم و دو, دو میلیون دلار رو خورده یاد دست دادن کار راحتی نیست خیلی سخته خیلی سخته من خودم میگم یه چند وقت پیش یه, هف... یه سال پیش در یه 500 هزار دلار توی استاک دست دادم حالا اگه کسایی که خیلی استاک دوست دارن و ریل استیت اگر انگلیسیتون حالا تا حدی خوب باشه یه پادکست دیروز ریکورد کردم با آقای اندرو عزیز که دارم میذارم روی اکانت یوتیوبم یوتیوب انگلیسی دارم چون یوتیوب انگلیسی من از فارسی هم جدا میکنم این حرف سوال بعدی بود نظر راجع به تریدینگ همه سوالای باحال فالم میگیره اینجوری که بوش <laughs> تریدینگ میخواید اونجا داره بهستون جواب جواب میده عزیز یکی از آدم خفن تریدینگ اینجایی که دعوت گرم واقعا که ببین منم دوباره تکرار میکنم من همه بچه و پادکست هم که میذارم من یه یه چیزی یاد بگیرین یه بارم بخندونتون یه خ به من گیر میدن که وقتی مهمون داره حرف میزنه کسچه ننداز من تمام هنرم این کوچیره است خب من صبح بلند میشم به عشق اینکه کسی بگه تمش آره به نگین ننداز من اگه مهمونم اوکی دیگه شما اوکی باشین دیگه دمتون گرم میگم بزن... بعد از بعد, از بعد از اینجا کار کنیم قراره با هم دیگه بریم یه جایی بزنیم آبا بخوام رستوران ریت کنیم سوال گفته دیروز که پست گذاشتی که هر کسی بعد یه لامبورگینی تو زندگی 100 درصد چیز کنه میخواد به لامبورگینی یک و دو پر کنه خودش کردی من برف خودش گوش دادم میدونی چه جو دوستی میتونم باشم که به حرف دوستم گوش دادم ولی <تصفح> <تصفح> واقعا می مثلا من خب همیشه مثلا این ماشین اگزاتیک قوی داشتم همیشه همیشه از میشه جالب بگم از ماشین اول که نه ماشین دوم همشون وی بودن این ماشین زیر نمیتونم مثلا سوار بشم مثلا گاز که میدی مثلا زیر 8 مثلا اساسا من سوار اسبوازی شدم میفهمم می خیلی فرق میکنه دیگه بعد خب مثلا بنز 60 CL 63 کاستوم داشتم که مثلا خیلی از با... چیز بودی AMG خیلی خفنی بود بعد از اون مثلا مازراتی گراند تورزمو مازراتی کواتر پورته اینا رو که سوار میشدم مثلا فکر میکردم اون موقع چه ماشین خفنیه مثلا وقتی بنتلی گرفتم گفتم بنتلی دیگه مثلا دیگه تعمل دیگه دیگه تعمل دیگه کردم دیگه شد ولی ببین همه اینا رو هم دیگه که بذاری و وقتی سوار لامبورگینی میشی اصلا یه نه بابا یعنی واقعا اصلا, اصلا احساس میکنی اصلا تا الان رانندگی نکردی بعد خب تسلا اکس تونتر میره از لامبورگینی دیگه تسلا اکس ف... آره. فیلینگش هم همونه یا لامبورگینی من نه لامبورگینی من خب سوپ تاپ شده دیگه میدونی مثلا خوب... من نرفتم یه لامبورگینی معمولی هم برم بگم یه لامبورگینی معمولی بده من رفتم یه چیزی گرفتم که یعنی رفتی لامبورگینی گرفتی که سوپ تاپ شده تایی اضافه کردی سوپ تاپ یعنی یعنی اینکه آپگرید خب ولی نه سوالم اینه که این فکت که فکر کن الان مثلا ماشین تو با تسلا ایکس دقیقا یه مساوی بره یه سرعت فیلینگشون هم یکیه یعنی که نه هنوز لامبورگینی واقعا یه احساس دیگه بهت میده حالا به خاطر تبلیغ که ماشین میده چون من اومدم اگزاست ماشینم عوض کردم حتی من اگزاست لامبورگینی رو قبول نداشتم مثلا من 25 هزار دلار فقط یک دادم رایز رایز نه 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 رایز اس که راه نمیره ولی مال چیزش هاپم ولی خیلی فرق میکنه شما تسلا هم دارم دیگه تسلا که دارم هم از نمیپرسم چون مفره. آره. ببین تسلا اصلا میگم مثلا احساس میکنی اصلا فقط یه ماشینی که ببرت از یه نقطه به یه نقطه دیگه یعنی اصلا به هیچ چیز دی دیگه فکر نمیکنی لذتی از رانندگیش نمیبری آها سوار موبایل چیه اساس اون سوار موبایل شدی لپتاپت <laughs> <شدی>. مثلا <laughs> یا موبایل داری میبرت دیگه چه برات میگرده بخاطر <laughs> <A2> اینکه یه <laughs> دونه صفحه است همه چیزای دیجیتالش اون توه ولی خب سوار لاموجی میشه انقدر دکمه داره اول مثلا اونجوری دکمه رو میزنی بالا ماشین رو روشن کنی اساس میکنی سوار هواپیمایی مثلا <laughs> اصلا پروسیجرش فرق داره جوی مثلا صندلیت مثلا جذبته بعد مثلا یهو مثلا یه ذره سرعتت میره بالا کمربند تایت میشه <applause> میدونه که آماده است که مثلا بره بکنه اینا فهمیدم دو تا سوال آخر رو میپرسم همینجوری شانسی شا. یکی که زن میخواین نه مگه دیونه است باسازی آپارتمان اونجا بهتر یه ساخت آها باسازی آپارتمان بهتر یه ساخت از نو سوال قشنگی بود رضای عزیز سا... بس باسازی ساختمون به من بعضی موقع خیلی جواب داده بستگی داری که یک تو چه مارکتی هستی چقدر زمان داری چقدر پول داری و کجا داری این کار رو انجام میدی یعنی اگر که زمان زیادی داری خب بساز اگر که پول زیادی داری خب بساز بستگی داری کجا هم داری میسازی ولی اگر که اینا رو نداری رنوویشن انجام بده ببین بستگی هم داره چه رنوویشن کجا انجام میدی بازسازی مثلا تو بعضی از ساختمون ها خونه های یا آپارتمان ها در حد مینیمال خیلی ساده باید انجام بدی بعضی از ساختمان های هم کشش داره تو بیای تا جایی که میتونی لاکجری انجام بدی مثلا من یه پنت داشتم تو کوه 600 هزار دلار رنوویشنش انجام دادم پنت خفن 3000 اسکورفی دو طبقه سقف بلند میدونی یا مثلا یه دونه آپارتمان داشتم توی وودکرافت هزار دلار خرجش کردم رنوویتش کردم میدونی هر جفتشون هم با سود فروختم آپارتمان بود دقیقا <applause> از دیگه دا داره که کجا داری انجامی واسه همین دیزاینر صد درصد بگیر اکسپرت کارم صد درصد کنارت باشه من یه دیزاینر بالاخره واسه کار خودم بازور گرفتم النا مخالف بود دیزاینر باید گرفتم گفتم آقا بذار ببینیم تازه من دو تا گرفتم گفتم بذار ببینم ایده هاشون چیه کلا واقعا ایده جالب دادن اف کورس معلوم کارش اینه درس اصلا به حال ایسه جالب بگم الان ای آی جوری شده تو عکس از خونت بذاری به, AI به ای آی بگی واسه من رنوویت کن واسه دیزاین میده رنوویت میکنه کلا من فکر کنم دیزاینرها چند وقتی که اصلا از چیز برن بیرون چون من عکس دارم بهت نشون میدم الان تو گوشیم لیستینگ یه دونه از مشتریامونو خونشون قدیمی بود دادیم ای آی واسه شون یه چیزی درست کرده اصلا باورش نمیشه چقدر تو چند ثانیه سه ثانیه وای yeah. آمریکا یا کانادا لایو آمریکا یا کانادا آمریکا متنفرم <تصفح> نه بابا از آمریکا متنفرم چه باحال سموک و درینک سموک وید ما نمیدونیم ما از این حرف باید. نمیدونیم من البته من البته واقعا درینک هم زیاد نمی کنم خیلی سوبر سوبره بالا زده چجوری مثل پوری دوست خوبی مثل سویل داشته باشی خیلی سخته واقعا ولی یونیورس دنیا یهو میاره سر رات میذاره میدونین کجاشو گرفتم خودتون همه میدونید؟ دیوونه هست اینو یه ببرین ویدیوگرافر من اینجا بایستاده من بعدش اصلا ایرانی هم نیست بکن اینجا وایساده ما داریم فارسی میگیم من یهو سهرلی همیشه حرکتی میزنه بیچاره خب میترسه دیگه وقتی اونجوری لاف میدی باید بزنم میگه نه من چه رفیقی ام دیدم میره واقعا